بله، این واژه رو خیلی میشنویم که باهایا در سیاست دخالت نمی کنن، یعنی اصول دینشون اجازه نمیده که در سیاست دخالت بکنن. من یک کلمه رو باید اینجا اضافه بکنم که باهایان در سیاست حزبی دخالت نمی کنن. سیاست به معنای اداره امور جامعه و عملیات و فعالیت هایی که برای اصلاح و رفاه جامعه میشه، اگر اون رو معنای سیاسی بهش بدیم، باهایان نه تنها در اون شرکت میکنن و برخی موارد علمدار و در جلوی صف هستن برای اینکه نیروهاشون رو در اون مسائل و اداره جامعه و دسترسی به رفاه جامعه به دست بیارن. ولی اجازه بدید من یک زمینه رو اینجا بچینم برای اینکه این مسئله یه ذره پیچیده است و احتیاج داره که در حقیقت زیربناش رو برپا بکنیم تا بشه به مسائل عمیق‌تر پی ببریم. چشم‌انداز آیین باهایی از سیاست توأم هست با یه درک و فهم به خصوصی از تاریخ معاصر، و این بینشی که تعالیم و آیین باهایی به جامعه باهایی میده این هستش که بشریت داره یک دوران تکاملی رو سیر میکنه، یعنی بشریت به طور کلی به یک مرحله رسیده که ما اون رو میگیم در آستانه بلوغ هست، از مرحله کودکی به مرحله نوجوانی و الان به مرحله بلوغ نمیشه گفت، ولی در آستانه بلوغ هستش. و برای همین در این آستانه بلوغ ما به یک نوع اندیشی احتیاج داریم، برای اینکه نهادها، ساختارهایی که ما استفاده میکنیم یا حتی ساختارهای سیاسی که برمیگرده به قرنها پیش، به زمان یونان و حتی قرن 13 و 14 که تقریبا در بعضی از کشورهای اروپا زیرپایه یک سیستم های پارلمانی بیان شد، الان میبینیم با مشکلاتی در دورورمون میبینیم، در سیاست ها میبینیم که اونها جوابگوی نیازهای الان جامعه نیستن. در مورد این جامعه باهایی دو تا بینش رو وارد مسئله میکنه. یکی این که در تعالیم باهایی گفته شده که دو فرایند در جهان در حال تعامل و کار هستن، یکی تعامل تجزیه و تخریب و یکی فرایند سازندگی. فرایند تخریب این مسائلی رو که در دنیا ما مشاهده میکنیم، ملیت‌گرایی، مادی‌گرایی، چیزهایی هستن که واقعا ممکنه انقدر نهادینه شدن که ما اونها رو احساس نکنیم، ولی فرایندهایی هستن که فرایندهای سازنده هستن و جامعه باهایی خودشون رو در راستای این فرایندهای سازنده قرار میدن. یعنی ولی اگر سیاست در مورد این فرایندهای سازنده هست، اگر همکاری با گروه هایی که همفکری داریم، باز باهایان در جلوی صف هستند که در اون مسئله به جامعه کمک کنند. یک مسئله سومی که من باید اشاره بکنم یک بینشی در مورد بشریت هست و تمام اعمال اصول باهایی در حقیقت زیرپایش اعتقاد به یگانگی بشر هستش. یعنی وقتی که ما یگانگی بشر رو در نظر میگیریم، میبینیم که این یک مسئله خیلی بزرگیه که الان لازمش این هستش که اولا یک آگاهی در این به وجود بیاد و وحدت عالم انسانی که ما درش صحبت میکنیم این آگاهی رو احتیاج داره، و این آگاهی در قلمرو دین هست. این احتیاج، این وحدت احتیاج به دوستی نوع بشر داره. در قلمرو این در قلمرو دین هست. برای اینکه به خصوص اگه ما سیاست‌های حزبی رو بررسی بکنیم، می‌بینیم که پیش‌فرضیه این هستش که راجع به اصلا هویت انسان این هستش که ما جنگجو هستیم. باید با هم رقابت بکنیم. باید غلبه بکنیم. و این مسائلی که هستش که جامعه باهایی در حقیقت داره در با استفاده از یک سیستم یادگیری و آموزشی و یادگیری این مسئله رو بررسی میکنه و ببینه که چطور میتونه سیستمی رو به وجود بیاره، یک نظم و
یک نظمی رو به وجود بیاره و انسان‌هایی رو به وجود بیاره که قابل اعتماد، خواستار اتحاد و اینکه خواستشون این نباشه که فقط بخوان بر دیگران غلبه بکنن یا تسلط داشته باشن یا برای خودشون یک مقام و رسم و کسبی اتخاذ بکنن در مورد شرکت در سیاست. برای همین با وجود این آرمان ها میبینید که خب وقتی که شما یک هدفی دارید، وسیله و هدف باید با هم هماهنگی داشته باشه و نمیتونید اون هدف مقدس رو با وسایل غیر مقدس در حقیقت پیش ببرید و به دست بیارید. برای همین جامعه بهایی بله در جاهایی که مجبور نباشه در احزاب، یعنی عضویت احزاب رو بپذیره، به اشخاص میتونه در انتخابات شرکت بکنه و در انتخابات رأی بده. از نظر اینکه بتونه واقعا کاندیدا بشه، نه در حال حاضر، برای اینکه کاندیداها شما باید متعلق به یک حزبی باشید. الان یک شخصی که بخواد مستقل کار انجام بده، حتی مستقلا هم وارد یک پارلمانی بشه، وارد یک مجلسی بشه، انتخاب بشه، باز هم باید با گروه های دیگه زد و بند داشته باشه تا بتونه اون اهداف خودش رو اجرا بکنه. بعد شما اگر سیستم های، حالا نمیخوایم اسم بیاریم، در بعضی کشورها رو اگر نگاه بکنید، کشورهایی که به نظر دموکراتیک میاد، افرادی که انتخاب میشن به پول احتیاج دارن، باید اهدا کننده هایی باشن که اونها رو به اونها کمک بکنن که اصلا به یه مقامی برسن که بتونن شروع بکنن بخوان به مرحله انتخاب برسن. خب اون اهدا کننده ها بر این شخص تسلط دارن و این شخص مستقل نیست و اینها تمام این سیستم ها واقعا برخلاف آرمان ها و عقاید جامعه باهایی هست که هدفش به وجود آوردن اتفاق هست و واقعا اگر که تطابق نداشته باشه، مسئله به وجود میاد که ما چطور میتونیم با استفاده از ابزار غلط به اهدافمون برسیم. ممنون خانم ثابت. من اگه درست متوجه شده باشم، در حال حاضر بهایان در کشوری که سکونت دارن نامزده و مثلا پست ریاست جمهوری حتی به صورت مستقل نمیشن، اگر درست متوجه شده باشم. بهایان دنبال مقام نیستن و از در حقیقت ابزارهای سیاسی که الان در جامعه رایج هست نمیتونن استفاده بکنن و برای همین اصلا مفهومی نداره که بخوام. بله ممنونم، مرسی. فقط